گلگشت برنامه است کاملا مستقل بدون وابستگی به نگرش‌های قومی، سیاسی و دینی. گلگشت کوشش می‌کند دیدگاه‌های گوناگون سیاسی، ادبی، هنری و فرهنگی کارشناسان، نخبگان و فرهیختگان را به شما ارائه دهد. با این امید که فضای گسترده‌تر برای تقابل اندیشه‌ها به دست آید. نگرش‌های متفاوت را برمی‌تابیم، پاکیزگی کلام را پاس می‌داریم و با هم به گلگشت می‌رویم. با صمیمانه‌ترین درودها، حسین اعجازی هستم و برنامه امروز گلگشت رو با شرکت یکی از شخصیت‌های فرهیخته و فعالین اجتماعی سیاسی کشورمون که به طور قطع معرف حضور همه شما بینندگان عزیز هستند آغاز میکنم. قبل از اینکه بپردازم به گفتگو با این مهمان ارجمند، میخواستم راجع به یک چیزی رو همینطوری که داشتم مرور میکردم راجع به این ویدیویی که بچه های ایرانی بعد از مدت ها با وعده هایی که آقای روحانی دادن خیال کرده بودن که واقعا اوضاع داره عوض میشه، آمده بودن و این به اصطلاح پیشنهادی رو که خواننده مسلمان سیاه‌پوست امریکایی مطرح کرده بود و گفته بود که روی شعری رو، شعر آهنگی رو که ساخته ویدیو بگذارن به سلیقه خودشون، یه عده جوانای ما اومده بودن، تفلک‌ها بالای پشت بون و تو پس تو و این ور اون ور، یک برنامه‌هایی رو ضبط کرده بودن و فرستاده بودن برای گذاشته بودن روی یوتیوب و روی این سایت‌های اینترنتی. داشتم فکر میکردم که اگر این عکس العملی رو که این روزها همه جانبه از همه جای دنیا میشنویم راجع به این اقدامی که اون مأمور جمهوری اسلامی کرد و گویی که یکی از بزرگترین فتوحات خودش رو انجام داده، آمد که ما در عرض 2 ساعت اینا رو پیدا کردیم و در عرض 6 ساعت همشون رو دستگیر کردیم و واقعا اگر که تمام فتوحاتشون به این صورت باشه و اون غرق کشتی هواپیمابر ناو هواپیمابر امریکا هم در عرض چند ثانیه توسط اونها بتونه صورت بگیره، خب ما دیگه اصلا غمی نداریم، همه چیمون درست شده و مردم در رفاه کامل به سر خواهند برد. ولی دلم سوخت از این که دیدم که کاش این تلاشی که الان دنیا داره میکنه، یعنی تمام رسانه‌های معتبر جهانی دارن راجع به این ویدیو صحبت میکنند و کار جمهوری اسلامی رو در واقع نفی میکنند و مذمت میکنند، کاش که در مورد بقیه مسائلی که در دنیا داره میگذره، مثل کشتار در سوریه، مثل ربودن نزدیک 300 دختر جوان در نیجریه، مثل شرایطی که در کشور ما میگذره، مثل همون جریانی که در سال 88 اتفاق افتاد و جهانیان مثلی که به نظر میرسید که کور و کر و لال شده بودند، کاش این گونه اقدامات اون موقع ها صورت می گرفت. به هر حال این تصور و فکری بود که تو ذهن من آمد و گفتم با شما بینندگان عزیز در میون بگذارم. وقت برنامه رو نمی گیرم برای اینکه گفتنی زیاد داریم با جناب دکتر کاظم علمداری، استاد دانشگاه و مهمان ارجمند برنامه امروز. خوش اومدید آقای دکتر. مرسی، خیلی ممنون، از دعوت. قربون شما. آقای دکتر، راجع به این مقدمه‌ای که من گفتم نظرتون چیه؟ والا من فکر میکنم که جمهوری اسلامی با کارهایی که میکنه بیش از هر کسی هر نیروی برای خودش تبلیغ منفی درست میکنه. بله. خب به نظر میاد اگر اینا هیچ واکنشی نمیدادن در دنیا اونقدر سرسدارانه میشد. بله. بله. مثلا ممکن بود 20 نفر 30 نفر تماشا کنن. الان تمام دنیا داره. بله، فرار ویلیامز خود اون خواننده واکنشی نشون داده و کشورهای مختلف همینطور این بیشتر حتی کاخ سفید امروز هست. این به نظر میاد که اینا بسیار دستپاچه هستند و فکر میکنن که دارن میافتن و از هر چیزی میترسن، وحشت دارن و میخوان کنترل بکنن و نمیدونن که همین کنترل کردن ها اکثر عمل. بله. آقای دکتر، اولا من تشکر میکنم از اینکه دعوت من پذیرفتید برای شرکت در برنامه. من بارها در باره سری مقالاتی که شما مرقوم فرمودید در رسانه‌های فارسی زبان به چاپ رسید و عنوان اون این بود که آیا بار ایران بار دیگر عقب میماند و برای هر مقاله‌ای هم عنوان
جداگانه ای رو انتخاب کردید. من بارها صحبت کردم و حتی خلاصه اون چرا که شما عنوان کردید در این مقالات خیلی مختصر اشاره کردم، با اینکه دلم می‌خواست خیلی بیشتر راجع به صحبت کنم ولی فرصت‌های کوتاهی که بود و اینکه خود شما حضور نداشتید ترجیح هم این بود که با حضور خودتون این کار رو انجام بدیم. من می‌خواستم اولا اون عاملی که باعث شد که جناب عالی به این فکر بیفتید و این سری مقالات رو که میتونه یک کتاب کامل باشه، بله، تا همین الانش که به من درباره رادیو این متذکر شده بودید که ممکنه چند مقاله دیگه هم به دنبال داشته باشه، چه به سر انگیزه ای باعث شد که دست به این کار بزنید و نظرتون چیه از این کار؟ در وهله اول انگیزه ای که سبب شد من دست به این کار بزنم وضعیت بسیار بد اقتصادی جمهوری اسلامی و گزارشاتی که از ایران می اومد توسط خود مقامات جمهوری اسلامی، به خصوص بعد از انتخاب آقای روحانی علنی می شد. من رو به این فکر واداشت که کمی جستجوی بیشتر بکنم و کاوش بکنم ببینم که واقعیت داستان چی است. می دونستم که جمهوری اسلامی در زمان 35 سالی که گذشته وضعیت ایران رو، وضعیت اقتصادی ایران رو توسعه به طور کامل رو مانع شده، ولی برای اینکه این حرفام رو مشخص‌تر بکنم و مستند بکنم دست به سراغ منابعی رفتم که توسط خود جمهوری اسلامی منتشر شده بود و یک پروژه طرح کردم که این منابع رو با تزی که در ذهنم بود و مرتبط بود با جلد اول کتاب من ارتباط بدم. میدونید جلد اول کتاب من با عنوان چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت در ایران 18 بار تا الان چاپ شده. عجب. بله. و خب نشان دهنده این است که این پرسش همه ایرانی ها هست، یا حداقل علاقمندان به مسائل مطالعه. با اینکه کتاب من کتاب صدا داستان نیست که مردم عادی بخونن، بخونن مقدار به صورت تجزیه تحلیل علمی توش وجود داره و احتیاج به دکتر خود ایران چاپ میکنید کتاب رو یا اینجا چاپ شده؟ نه خیر، ایران ناشر چاپ میکنه، دست منم دیگه نیست. فرند اولین نسخه که واگذار به ناشر کردم دیگه پیدرپی راه شد دیگه، بله پیدرپی چاپ میشه. البته ایش ناشم البته محبت داره، همیشه برای من نسخه که در میاد میفرسته من در جریان میگذاره، ولی از پول خبری نیست. من توقع ندارم البته پول داشته از پول در بیام از این کتاب، قصدم به هر حال خرجه. بله اون ناشرم خیلی زحمت میکشه برای اینکه بتونه کتاب در بیاره، چون بعد از اینکه 14 بار چاپ شده بود رفته بودن و تلاش میکردن که نگذارن چاپ بکنه و اونا خب زحمت کشیده بودن که نگذارن اتفاق بیفته. البته در دوره 8 سال احمد نژاد نذاشتن چاپ بشه، بعد از پایان دوره احمد نژاد دوباره یک بار دیگه هم چاپ شد که چاپ 18 هم باشه. پس این قبل از احمدی نژاد این رو مرحوم فرمودید و بعد اون زمان پخش شد چاپ شد و بعد بله الان حدود 12 سال کتاب در اومده. تو این 12 سال یا 12 سال است که ولی من در همون کتاب در مقدمه وعده داده بودم که این کتاب 4 جلد هست و اون جلد اولش بود. بله منتها من برای نوشتن و انتشار جلدهای دومش میبایست برمیگشتم ایران، مطالعات میدانی انجام میدادم، چون اون بخش عمدتاً تاریخی بود بخش جلد اول و تئوری های من رو طرح شده بود. جلد دوم قرار بود اقتصادی باشه، جلد سوم قرار بود سیاسی و جلد چهارم اجتماعی. برای جلد دوم که اقتصادی بود من میبایست میرفتم به مقدار مطالعات میدانی میکردم که امکانش نبود دیگه این کار بکنم. عقب من تا در حال این وضعیت پیش آمد به این فکر افتادم که با توجه به اینکه خود داده های جمهوری اسلامی نشون میده که وضعیت اقتصادی بسیار بد هست و زمانی که واقعا جرقه تو ذهن من زد آمار رشد منفی اقتصادی در ایران اعلام شد که منهای 5 مبایز 4 بود و این به نظر من خیلی شد کننده بود، تکان دهنده بود. رفتم ببینم که خب دوره‌های قبل چی بود، متوجه وقایعی شدم، حقایقی شدم که میبایست راجع به اون دیگه توضیحات بیشتر میدادم. این بود که این پروژه رو شروع کردم با این تز، چون تز کتاب اول من همونطور که از عنوان کتاب برمیاد مقایسه‌ای هست بین پیشرفت غرب و عقب‌ماندگی ایران. این مقایسه
در اون بخش یک مقایسه تاریخی است که چرا در تاریخ ایرانی که تا قرن 16 عقب مانده نبود از قرن 16 به بعد از غرب عقب ماند و این عقب ماندگی همطور ادامه پیدا کرد یا به عبارت دیگر تشدید شد و یا به عبارت دیگر غرب با شدت کامل با سرعت کامل پیشرفت کرد و ما نتونستیم همون پیشرفت داشته باشیم. این کتاب مقایسه است بین ایران با خودش بین دوره بعد از انقلاب و قبل از انقلاب و همینطور ایران با کشورهای در حال توسعه، نه دیگر با غرب، با کشورهایی که هم ردیف ایران بودند مثل برزیل، مثل مکزیک، کره جنوبی، ترکیه، کشورهایی که در حال در سال مثلا 1357 که انقلاب شده یا از ایران عقب مانده تر بودند یا در سطح ایران بودند، برخشون فقیر بودند اصلا و امکاناتی که ما داشتیم امکانات بسیار گسترده تر از همه این بود، درآمد نفت بود و نیروی فکری بسیار تحصیل کرده از خارج برگشته، همه اینا در امکان بود، ولی انقلاب شد و انقلاب همه چیز رو به هم زد. و این مقایسه که من الان دارم انجام میدم برمیگردم به این که ببینم که چه عواملی باعث شد که ما این دوره از کشورهای همردیف خودمون و نسبت به گذشته خودمون عقب ماندیم. برای اینکه فقط یک آماری بدم که متوجه بشیم صحبت از چه عقب ماندگی داره میکنیم، قبل از انقلاب 17 سال قبل از انقلاب، اینا از آمارهای خود جمهوری اسلامی است، رشد اقتصادی ایران 10.5% بوده. بعد از انقلاب رشد اقتصادی ایران سقوط کرد به 1.5%، از 10.5% از 10.5 به 1.5 و در دوره آخر احمدی نژاد به منفی، یعنی حتی آقای دکتر در اوایل انقلاب این سقوط پیش آمد؟ در بله، در یه دوره بازم منفی شد در این 30 سال در بعد از انقلاب. خب طبیعتاً بله، خب انقلاب شده بود، بعد جنگ شد و این همش و عواملی بود که میتونست به وضعیت رشد اقتصادی یه توجیه بله میتونستم مثلا گروگانگیری نکنن، میتونستم صدام رو تحریک نکنن، میتونستم به کشورهای دیگه انقلاب تلاش نکنن که انقلاب صادر رو، میتونستم آرام بشنن ایران رو به همون روندی که در گذشته بود، میتونستم کمپانی های ایرانی رو و سرمایه خارجی مصادره نکنن و بگذارن روند توسعه ادامه پیدا بکنه، میتونستن مدیران رو فراری ندن، مدیرانی که برای اولین بار در تاریخ ایران تونسته بودن صنعت نوپای ایران رو مثل کشورهای دیگر در حال توسعه را بندازن، میتونستن به جای اونها مدیران به اصطلاح مکتبی رو نگذارن و تلاش نکنن به جای اقتصادی که در حال رشد بسیار بالایی بود و همه نسبت به این رشد واقعا حیرت کرده بودند، تبدیل اقتصاد با افت بسیار بالا بکنند. دلیلش هم همه اینا که من گفتم درش هست، سرمایه ها فرار کردند، مدیران فرار کردند، مغزها فرار کردند و از به حضورتون که مکتب رو یعنی مکتبی بودن رو جای کارشناسی و تخصص گذاشتند، بعدم اموال مردم رو مصادره کردن، هیچ کسی که جرأت سرمایه گذاری نمی کرد، اونها کسایی که سرمایه داشتن به بیرون منتقل کردن و همین ها اتفاق افتاد، اومدن گروگانگیری کردن، مسئله گروگانگیری ضربات بسیار بزرگی به ایران زد، رابطه رو با غرب ضعیف کردن، با آمریکا قطع کردن، در حالی که خیلی از کشورهایی که ازش به عنوان کشورهای در حال رشد اسم برده میشه کشورهایی هستن که در رابطه با کشورهای غرب که دو قرن سه قرن کار کرده بودند که به اینجا رسیده بودند، از اونها کمک گرفتن که بتونن تکنولوژی خودشون و صنعت خودشون رشد بدن. ما میخواستیم با جنگ و دعوا این کار رو بکنیم و این عملی نبود. خیلی متشکر. در قسمت های مختلف این سری مقالات نکات متفاوتی رو هر بار مطرح کردید. در بخش دوم و سوم نتیجه سلطه عرض کنم که زیاد روحانیت و نظامیان رو توضیح دادید. بله. و به طور کلی توی قسمت‌های دیگه مسائل دیگر رو مطرح کردید. در بخش سوم ورود صنعت مونتاژ به ایران رو که مورد بررسی قرار دادید. بله. و همینطور بله، بذارید یه توضیح بدم راجع به همین دوتا قسمتی که شما بهش اشاره کردید. تز من در این
کتاب خواهد شد. الان من 12-11 قسمتشو چاپ کردم، یه قسمت دیگه این هفته چاپ خواهد شد، آماده هست، و 4 قسمت دیگه هم قبلش در آوردم که مرتبط به همین مبحث هست، و 5 قسمت دیگه هم چون دستنویس هست هنوز فرصت نگرم تایپ بکنم اونها رو، میشه مجموعا 20 بخش که یک کتاب کامل هست. در بخش تز من در این کتاب این است که چرا این اتفاق افتاده. بله. من توضیح دادم که این ریشه یابی بله این اتفاق افتاده. حالا چرا این اتفاق افتاده؟ من اومدم یه بررسی تاریخی کردم، پیدا کردم که در هر کجای دنیا در تاریخ روحانیون، حالا میتونه مسیحی باشن، میتونه مسلمان باشن، و نظامیان، حالا میتونه سپاه پاسداران باشن یا میتونه ارتش دیگری باشه، به عنوان نهاد، نه به عنوان یک فرد به اصطلاح نظامی، به عنوان نهاد نظامی، نه یک فرد روحانی، به عنوان نهاد روحانی به قدرت برسند، قدرت در اختیار خودشون داشته باشند، جامعه رشد جامعه رو منحرف میکنن، متوقف میکنن و اجازه نمیدن جامعه مسیر خودش رو طی بکنه. اول روحانیون که اصلا اعتقادی به این رشد صنعتی ندارن، به تمدن ندارن، به پیشرفت ندارن، به علم ندارن، به تحقیقات ندارن، به دموکراسی ندارن، به خلاقیت های انسان معتقد نیستن، فکر میکنن همه چی از بالا صادر خواهد شد، اینها مانع هستن. دوم که نظامیان تلاش میکنن تمام منابعی که وجود داره منتقل بکنن به طرف کارهای نظامی، که اون که در ایران شما میبینید سپاه پاسداران دائما دنبال این است که موشک‌های دوربردتری تولید بکنه. الان پروژه اتمی که داستانی بسیار مفصلی هست، خودشون اعتراف میکنن، حداقل یکی از وزرای آقای احمدی نژاد اخیراً گفته این پروژه سالی 160 میلیارد دلار برای ما هزینه برداشته تا امروز. بله، سالی 160,000 دلار هزینه برداشته، 160 میلیارد میلیارد دلار هزینه برداشته، ما ضرر زده. حالا شما حساب بکنید اگر این پروژه اقتصادی بود این منطقی توش نبود، در این باید انگیزه های دیگری وجود داشت. من انگیزه رو اینجوری میبینم که نیروی نظامی دنبال این بود که فکر میکرد که برای اینکه در قدرت بمونه باید مثلا بازوهای نظامی رو تقویت بکنه، مثل کره شمالی، مثل دوره ماو تسه‌تونگ در چین، مثل دوره گذشته چین، همین فکر روسیه. نه، تصورشون این است که مثلا پیشرفت نظامی است. ژاپن رو نگاه نکردن ببینن که اونها دنبال این نبودن، آلمان رو نگاه نکردن بعد از سقوطشون. بله. نگاه نکردن که اینا تکنولوژی هست که میتونه بازار جهان رو در اختیار خودش بگیره، همه رو بازار رو مثلا سود بازار جهانی رو منتقل بکنه به کشور. و این دو تا نیرو در ایران در رأس قدرت قرار گرفتن و تمام تصمیمات کوچک و بزرگ توسط این دو تا نهاد گرفته شده و هنوزم ادامه داره و هر روزم که میگذره. شما در آغاز برنامه اشاره کردید به این آهنگ خوشحال یا خوشحالی، هپی به صدا سانگ، نشان ببینید نیروی انتظامی از این که چه انرژی و چه فرصتی رو داره صرف چه کاری میکنه. بله، اونجا چه کار داره میکنه و این یکی از هزاران موردیست. این نمونه ای هست. بله. که مثلا 5-6 تا جوان آمدن موسیقی رو گوش کردن، رقصیدن، خوشحالی کردن، اینا ناراحت شدن. بله. و دوم انرژی صرف کردن، تکنولوژی که بخاطر درست کردن به کار انداختن اینا رو دستگیر بکنن و برن مثلا در تلویزیون اعتراف ازشون بگیرن. این سیستم فکری خب کار نمی‌کرده. بنابراین در وهله اول مدیریت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی جامعه دیگه تخریب شده. همه شده زیر یعنی مدیریتی وجود نداره. وجود ندارین. شما در حال در یک جایی که مثل ژاپن، مثل کره جنوبی، مثل مکزیک، مثل کشورهای اروپای غربی نگاه میکنید، میبینید برای رشد اقتصادی ارتش دیگه دخالت نمیکنه، کلیسا دیگه دخالت نمیکنه. زمانی این رشد اتفاق افتاده در اروپا کلیسا رو جدا کردن، کلیسا کار خودش میکنه، کلیسا نفوذ خودش رو داره همیشه تو اون گروهی که بله، مردم مذهبی هستن، اعتقاد دارن، به کلیسا میرن، به مسجد میرن، و روحانیون چه حالا مسیحی باشن چه غیر مسیحی مورد اعتماد مردم قرار میگیرن و میتونن به عنوان یک نهاد مدنی، یک نهاد دینی در مقابل ظلم و ستمی که به جامعه ما میشه یک کارهای مثبتی انجام بدن، در کنار مردم قرار بگیرن. در اینا وارونه شد. خب در اروپا این جدایی اتفاق افتاد، جدایی نهاد کلیسا از نهاد قدرت سیاسی اقتصادی اتفاق افتاد.
علم آزاد شد، خلاقیت آزاد شد، هوش و ذکاوت به وجود آمد و انگیزه های پیشرفت به وجود آمد، سودخواهی به وجود آمد که بخشی از خصلت انسانی است. خصلت انسان پیشرفت است، میخواد پیشرفت بکنه، میخواد مسابقه بذاره با دیگر، میخواد نشون بده من بهتر از تو میتونم. موتور محرک اقتصاده. بله. این به هر حال اگر نباشه، اگر این سیستمای تفکرات مارکسیست لنینیستی کار میکرد و اون مؤثر بود، خب بود اون پیشرفت میکرد. الان حالا با تمام معایبی که سیستم سرمایه داری داره، به هر حال نشون دهنده این رقابتیست که روز به روز سعی میکنه ابداعات جدیدی بکنه، اختراعات جدیدی بکنه، و ما اینجا شاهدش هستیم. در موانع مختلف، مشکلات مختلف هم سیستم داشته. بله. آزادی هست که میذاره این مشکلات رو هم جلوشو بگیرن. یعنی من و شما نوعی میتونیم در همین جامعه که آزاد هست، وقتی به مثلا تفاوت طبقاتی خیلی زیاد بشه، میتونیم اعتراض بکنیم، تظاهرات بکنیم، اعتصاب بکنیم، نامه بنویسیم، اتحادیه درست بکنیم. اما این مسئله که اتفاق افتاده، میبینیم در یک فرایند طولانی تغییر تحولات در جامعه اتفاق میفته که میتونه کم کم خودش اصلاح بکنه. ولی جامعه دیکتاتوری نمیذاره اصلا اتفاقات بیفته. مثلا اتحادیه کارگری رو یا دولتیش میکنه زیر کنترل خودش باشه، از این میبره. این است اون بخش سوم که بهش اشاره شما اشاره فرمودید، راجع به نظریه هایی است که خیلی رایج بوده در ایران، که اگر در ایران صنعت رشد کرده، این صنعت به درد نمیخوره چون مونتاژ. خب این دید نادرستی بود. تمام دنیا از اونجا شروع میکنه. شروع میشه. شما دیگه وقتی مثلا چرخ خیاطی رو خودت نساختی و نمیتونی بسازی، یه تیکش رو وارد میکنی، یه تیکش رو تو خود تلاش میکنی بسازی، رو هم میذاریم که چرخ خیاطیت، یا اول اصلا تمام قطعاتش رو وارد میکنی. ما میخوایم جمهوری اسلامی خواسته چرخ رو از نو اختراع بکنه. بله دقیقاً. بله. این اصطلاحی که خیلی رایج کس گفته میشه، چرخ رو نباید از نو اختراع شد، دیگه اختراعش رو استفاده کن. این تصور شما بکنید که اگر ما میخواستیم ماشین اولین اتومبیل سواری پیکان رو خودمون بسازیم، ممکن بود هنوزم نساخته بود. همینطوره. و تونستیم با استفاده از امکانات و پیشرفت تکنولوژی صنعت در غرب تیکه های وارد بکنیم، در این حالی که کارخونه ایجاد بکنیم، کار ایجاد بکنیم، بازار مصرف ایجاد بکنیم، امکاناتی درست بکنیم، کم کم یاد بگیریم همش انجام بدیم. خب این رو شما میبینید که ماشین پیکان و چرخ خیاطی در کره جنوبی و در مکزیک و در برزیل تبدیل هواپیما و کشتی اینا شده، در ایران همون چرخ خیاطی مونده. بله. و نتونستن. به این معنا نیست که مونتاژ غلط بود، میبینن که به این معناست که بعد از انقلاب اون رو هم جلوشو گرفتن و نگذاشتن که این همون مختصری هم که بود تبدیل به صنایع داخلی و بومی بشه. اومدن وارد کننده شدن، یعنی بازار اومد قدرتی گرفت، بخشی از حکومت که ارتباط نزدیکی با روحانیت داشت بازار بود، و اینا هم دنبال تولید نیستن، دنبال سودجویی هستن. حالا چین تولید میکنه بکنه، ما میخوام بفروشیم بونجل، ما میخوایم اینجا. بله. که مصیبتی ایجاد کرده. خود این داستان واردات محصولات بیکاری ایجاد کرده، گرانی ایجاد کرده، این تورم و گرانی ایجاد تمام کرده. تمام اون صنایع نیم بندی که شروع به کار کرده بود دکتر از بین رفته. مثلا دقیقاً من تو این بخش سوم اومدم بخشی از نظر چپ رو. بله. به خصوص که تصور میکرد اینا غلطه، باید خودم بسازیم، و فکر نکردن که خب خودم بخوام بسازیم باید 50 سال دیگه صبر کنم. و راهش این است که کم کم همون گونه این چیزایی که پیدا شده رو استفاده کنیم، استفاده کنیم، همزمان هم جوانان خودمون رو جانشون بفرستیم در خارج از ایران، مثل ژاپن، مثل کره، مثل چین این سه دهه گذشته، یاد بگیرن در دانشگاه های خارج، در کارخانه های خارج مدیریت یاد بگیرن، برگردن بیان در ایران همین کار رو بکنن. بخشی از دانشجو این کار کردن، و تمام کشورهایی که به عنوان کشورهای در حال توسعه یا عقب مانده اسم برده می شد نسبت به غرب عقب مونده بودن، و یاد گرفتن که برن از غرب یاد بگیرن. ایران هم در قبل از انقلاب یاد گرفت که این کارو بکنه. ما در قبل از انقلاب اصلا من آمار دقیق تعداد دانشجوها رو از 40,000 تا 80,000 نفر پیدا کردم، و نمیدونم کدوم آمار دقیق هست، دانشجو ایرانی در خارج از ایران تحصیل میکرده. خب اینا همشون تقریبا برمیگشتن ایران، به ندرت میموندن اینجا. ولی الان برعکس شده، در ایران تحصیل میکنن میان خارج در خدمت کمپانی‌های خارج. بله. الان از منور فکر ترین با استعدادترین
دانشجویان دوره لیسانس که میان اینجا و دکتراشون رو میگیرن، اینا دارن میدرخشن توی جامعه، لااقل اون چیزایی که من و شما شاهدش هستیم. به قصد برگشتم ندارن. ندارن نه آخه برگردن که چه بکنن؟ ببینید گرفتاری اونجا نه کار هست واسه شون، نه احترامی براشون هست، نه ارزشی جز اون گروهی که توی این صنایع اتمی رفتن تحصیل کردن. بله. اونا محبوب هستن، بهشون همه جور میرسن احتمالاً. بله. و خب ما در تمام طول این مدت هزینه‌ای که شده و دکتر این هزینه‌ای که واسه همین موشک بازی که معلوم نیست واسه چی هست. بله. کجا میخواد حمله بکنه؟ بله. کجا بله. و این میفهمیدین. بله. من توی همین بخش اشاره کردم به نظرات آدم‌های مثل ابراهامیان. بله. بله بله. از دوره تحول صنعتی دور شاه به عنوان انقلاب صنعتی صغیر اسم بردن و او نظرگاه چپ داره و مخالف سیستم پهلوی و سلطنت بوده و وجود اپوزیسیون بوده و هنوزم خب نظراتشو داره، ولی با آمار ارقامی که در کتاب خودش بین دو انقلاب آورده، آمار مفصلی آورده، آمارم دست اول هست، هم هست، نشون داده که این رشدی که در دوره شاه اتفاق افتاده عجیب و غریب بوده و به همین به دلیل عجیب و غریبیش گفته یک انقلاب صنعتی صغیر در ایران اتفاق افتاده. یا آقای جهانگیر آموزگار. بله. که در دوره شاه در پست وزارت بود ولی آدم اقتصاددان بسیار منصفی هست و واردی هست و مثلا سیاسی نمیست. کار علمی میکنن اینا. آقای ابراهامیان و ایشون کار علمی میکنن، یعنی با دلیل و مدرک و منطق صحبت میکنه، ایدئولوژیک نیست کارش. بله بله. این خیلی مهم هست که شما به عنوان یک محقق ایدئولوژیک برخورد نکنید، چون اونجوری که دلت میخواد باشه بنویس که اینجوری هست. بله. اون چی هست بنویس. بله. حالا ممکنه به ضرر نظر شما هم باشه. دقیقاً. بله. و جهانگیر آموزگارم در رابطه با مقالاتشون خوبه. بله. کتاب چند کتاب داره و چندین مقاله داره و ایشون هم در ارزیابی از وضعیت رشد صنعت ایران میگه در تقریبا در هیچ جای دنیا در اون موقع این چنین اتفاقی نیفتاده بود تو اون دوره. بله. و ایران هست که این انقدر پیشرفت کرده. البته روشن است که درآمد نفت خیلی مؤثر بوده و ما رو از سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری هایی که میبس قرض میکردیم و چیز کرد نجات داد و ناچار نبودیم مغروز کشورهای دیگر بشیم، ولی بعضی از کشورهای دیگر مغروز کشورهای دیگر شدند، سرمایه خارجی وارد کردند و باز پیشرفت کردند. آقای دکتر، ولی این نفت هم میتونسته به اصطلاح چاره دردهای ما باشه، هم میتونسته خودش درد ایجاد بکنه. بسه. همون کاری که کرده، یعنی این. بله. اگه این درآمد وحشتناک بعد از انقلاب نبود، فکر نمی‌کنید که جمهوری اسلامی نمیتونست بمونه تا این حد؟ دقیقاً همینطوره. اینا با درآمد نفت زندگی کردن. همه وارداتی که صحبت می‌کنیم، اگر پول نفت نبود، نمی‌تونن این واردات انجام بدن. جالب هم هست که اشاره بکنیم که واردات که صادرات نفت که انجام میگیره ارز خارجی وارد میکنه. بله. و این ارز خارجی رو خب میدونیم در دوره بسیار کوتاهی یک ارزی شد، یک نرخی شد، در سراسر عمر 35 ساله جمهوری اسلامی شد 30 سال چند نرخی بود. بله. و این چند نرخی توسط کسانی انجام میگیره در واقع کوچکترین ایده ای نداشتن راجع به این سیستم و میخواستن استفاده بکنن. بله. یعنی شما نگاه بکنید که بنیاد مستضعفان درست میشه، برای کار اقتصادی میشه، زد و بند میشه با بازار یا خود بازاریا که بخششون در دستگاه بودن، پست مقام اصلا داشتن، متحد روحانیت بودن، بعدا متحد سپاه بودن، اینا از ارث نرسخه به اصطلاح دولتی استفاده میکردن. شما حساب بکنید نرخ بازار بود 30 تومن اوائل دارم میگم، نرخ دولتی بود 7-8 تومن، هنوز 8 تومن 7 تومن بود. این از این نرخ استفاده میکردن، میگرفتن، کالا وارد میکردن، کالا رو صادر میکردن یا ارز رو میفروختن تو بازار به مبلغ حساب بازار. از این طریق سرمایه های بسیار هنگفتی به چنگ زدن، ولی ایران رو از بین بردن، یعنی وضعیت ایران رو داغون کردن. به همین دلیل شما نگاه میکنید میبینید که صنعت ایران زیر ضربه بزرگی قرار گرفت توسط کسانی که در حکومت بودن و فکر سود و جیب خودشون بودن، فکر ایران و منافع ملی ایران نبودن، فکر نه این نبودن که ما الان پیکان رو اگر نیمه داریم تولید میکنیم کاری بکنیم که تمام تولید بکنیم. بله. و هنوزم که هست الان هم چرخ خیاطی وارد میشه. بله. هم چرخ ریسندگی وارد میشه و اونم نوع بنجلش. بله. یعنی
با کیفیت، کمترین کیفیت. آقای دکتر، من میخوام یه پرانتز باز بکنم بدون اینکه شما دنباله سخن از دستتون خارج بشه. نمیدونم، من یه حساسیت پیدا کردم نسبت به سیاستایی که روسیه در ایران طی سالیان در مورد مملکت ما اعمال کرده. بله. الان همین امروز توی خبرها بود که در مورد سوریه، امروز که پنجشنبه است، ما این برنامه رو در خدمتتون داریم، در سوریه بازم تهدید کرده که اگر اون قطعنامه‌ای رو که برای محکوم کردن حرکات حکومت آقای اسد، قطعنامه‌ای رو بذارن که محکوم بکنن و اون رو برای حقوق بشر، زیر پا گذاشتن حقوق بشر بخوان محکوم بکنن، روسیه از حالا گفته که ما این رو وتو میکنیم. روسیه بدونی که نیازی به وتو کردن داشته باشه، طی این قرن گذشته لطمه هایی رو که زده به کشور ما و هنوز ادامه داره، یعنی الان یکی از بزرگترین حامیان جمهوری اسلامی و به تبع شاید با پول جمهوری اسلامی، با پول مملکت ما در سوریه، همین روسیه هست. چیه نظرتون راجع به این؟ خب قبل از اینکه به پدیده روس ها در ایران حرف بزنم، یه زودی به همین مسئله سوریه هم اشاره بکنم. رژیم بشار اسد توسط سه تا قدرت خارجی، بله، روی پا مونده، بله، روسیه، حزب الله و سپاه پاسداران. و نقش چین رو به چه صورت می‌بینید؟ نقش چین خونسا کردن غرب هست. اون تلاش، مثلا اگر همین مسئله‌ای که در سازمان ملل هست، چین هم مخالفت میکنه، حتما این کار خواهد. بله، چین از موضع این که نگذاره کشورهای سیاست‌های غربی، بله، در خاورمیانه بیشتر بشه یا اصلا باقی بمونه، همراهی میکنه با اسد، با دیکتاتوری اسد، که اینا گرایش دارن به روسا و به چینی ها و به جمهوری اسلامی. منافعی که ایران، چین در ایران داره نمیخواد از دست بده. معلومه. به طور قطع هیچ شکی نباید کرد اگر در ایران تغییر تحولاتی به وجود بیاد که ایران یک کشور مستقلی بشه و بخواد با دنیا رابطه مستقل برقرار کنه، رابطه منصفانه برقرار نه کنه، نه استقلالی رو که جمهوری اسلامی نه استقلالی کنه، میخوان استقلال، این وابستگی به دو قدرت دیگر، یعنی روس ها و چینی هاست، استقلالی پیدا بکنه که بگه اگه من نفت ها میفروشم، میتونم از هر جای دنیا بهترین تکنولوژی وارد بکنم، بهترین محصول وارد بکنم یا قراردادهایی ببندم که من به نفع من باشه. چین مخالف این هست، روسیه مخالف این هستن، میخوان جمهوری اسلامی با همین وضعیت بمونه. بله بمونه، چون نواب نت در نگاه میکنن که دارن میچاپن. بله. چون تمون قراردادها یه چیزای مختلف هست. من میخوام تاریخچه روسیه رو بهش اشاره بکنم، این 200 سال گذشته ولی به بررسی مفصلی هست که روسیه کاش دکتر یه همچین کاری رو بکنین و یه حالا در این فرصت این کار خواهم کرد. خب آمدی گفتنش رو دارم ولی الان فرصتش بله. نیست. بله، ما در ایران همه چسبیدیم به انگلستان. بله، انگلستان و استعمار انگلیسی و نمیدونم بعدش هم آمریکا، یادمون رفت. حالا هم که اسرائیل دیگه، بله، الان که اسرائیل اضافه شد، یادمون رفت که روس‌ها در ایران چیکار کردن. یعنی کسی که میخواد مثلا به کودتای نقش آمریکا در کودتای 28 مرداد اهمیت بده، که اهمیت هم داره، و نقش نیروهای داخلش هم نبینه، از جمله روحانیت چون نبینه، یادش میره که بخشی از خاک ایران رو روسا بردن، بلعیدن بردن. در همون دوران 28 مرداد یکی از عوامل اتفاق رخداد کودتای 28 مرداد خود روسا بودن و حزب توده که با اونها کار میکرد، از نزدیک عوامل اونها رو پیاده میکرد. تبلیغات یک سال قبل از کودتا علیه دکتر مصدق رو هیچ کس نمیتونه نادیده بگیره که چقدر نقش داشت در این که مصدق رو آمریکایی معرفی کنن و تخریبش بکنن. بعدش هم خب خود روحانیتی، بخشی از روحانیتی که مثل کاشانی و بهبهانی همکاری کردند با نیروهای کودتاگر که به اصطلاح کمونیستا به قدرت نرسند، در حالی که همشون توی یه جبهه بودن. بله. همشون علیه مصدق داشتن کار میکردن تا لحظه کودتا. در حال ما میدونیم که در مثلا شهریور 20 هم که متفقین وارد ایران شدن، دو نیروی انگلستان و آمریکا رفتن، روسا نمی رفتن بیرون. بله. بله.
مهاجرای آذربایجان میدونیم که بهانه کرده بودن اونا آذربایجان رو بکن از ایران ببرن و تاب تلاشی که قوام در اون زمینه کرده مثلا ارزشمند هست. حالا بعضی انتقاد دارن ایراد میگیرن ولی در حال این تلاش ارزشمندی است که نگذاشت این تیکه بازم دوباره از ایران جدا بشه. شما در گذشته هم که نگاه بکنید، در انقلاب مشروطیت هم که نگاه بکنید، میبینید که سفارت انگلستان میشه پایگاه مشروطه خواهان و روس ها میشن، روس اون وقت تزارها هستن، روس های تزاری هم میشن پایگاه استبداد صغیر ایران. از محمد علی شاه دفاع دارن میکنن و اونها هستن که میان به مجلس به توپ میبندن و این داستان ها رو خب باید به نظرم شروع شده دارن انجام میدن، محققین کارهایی میکنن مشخص بشه که نقش روسا بسیار مخرب بوده و امروز هم این نقش ادامه داره. تا زمان جمهوری اسلامی شما میدونید که سهم ایران از دریای خزر رو به 13% و 11% رسون دادن و هنوزم بازی در میارن، به هنوزم نمیذارن که اون انجام بگیره. خب قبل از انقلاب یا قبل از فروپاشی بلوک شرق ما 50% سهم داشتیم در دریای خزر، بعدم قرار شد که 1/5% یعنی 20% داشته باشیم به عنوان 5 کشوری که در اطراف حوزه دریای خزر هستیم. بعد شما دادن دبه در آوردن چون زور داشتن، میگفتن جمهوری اسلامی هم زورش نمیرسید، میخواست بسیار تو این دعوه های بین‌المللی با روسا همکاری بکنه علیه آمریکا، نمیتونه صرف بزنه. اونا از این فرصت استفاده کردن و گفتن که نه 5 تقسیم بر 5 نمیشه، باید اندازه بگیریم ببینیم که مرز دریایی هر کجا باشه و مرز دریایی شما هم 11% یا 13%. و تو همین کشمکش اینقدر به ایران ضربه زدن این روسا به دلیل اینکه میدونن که جمهوری اسلامی محتاج این هست. و دکتر الان تمام ذخایر نفتی دریای خزر داره توسط همسایه ها تاراج میشه. بله میبرن. بله. برای که تکنولوژی دارن. بله میبرن. و جالب اینجاست که نکتم اضافه بکنم که روس ها و چینی ها هر دو به موقعیت و وضعیت ضعیف جمهوری اسلامی واقف هستند، در جایی هم که لازم باشه با غربی ها همکاری میکنند. مثلا در سازمان ملل قطعنامه هایی که صادر شد هم چین هم روسیه علیه جمهوری اسلامی رأی دادن. بله بله. نشون میده که اونا هم در حال میبینن که در کجا چه بازی بکنن. جمهوری اسلامی چی نمیتونه بگه؟ معلومه. بله. نمیاد بگه خب تو متحد من هستی، تو باید با من مراقبت اقتصادی داری، تو داری مملکت من میچاپی، حداقل در اینجا علیه من مثلا موضع نگیر، رأی نده. من یادم یکی از صحبتایی که ما با هم دیگه کردیم پیرامون این استقلالی که جمهوری اسلامی ادعا میکنه بود و شما نشون داده بودین تو اون مقاله که نه تنها استقلالی نیست بلکه اسارت بیشتری رو ما دقیقاً هم داره. یعنی یک گفته ای هست که اگرم هست که قرار هست که ما نوکری یک جای دیگر بکنیم، اقلا نوکر اونی که مرفه تره باشه. بلد. نه این که اونی که استطاعت یعنی که نمیخوام ما نوکر کسی باشیم، دقیقاً خودمون باشیم، ولی نمیخوام به کسای دیگه هم نوکر ما باشند. ما به حال تلاش جمهوری اسلامی بود که کسای دیگر رو در خدمت خودش بگیره. و من فکر میکنم که وضعیت مصیبت بار ایران از مسئله استقلال هم شما اشاره کردید این است که ما در آغاز انقلاب اصلا استقلال رو بد فهمیده بودیم. ما مستعمر تعریفش رو بعد تعریف اسم ما مستعمر نبودیم که بخوام اسم مستقل بشیم. ما هند نبودیم که، ما سنگاپور نبودیم که تا سال 1965 مستعمر انگلستان باشه. ما کشور مستقل بودیم، مثل ترکیه هم کشور مستقل بود. عقب مونده بودیم. دلایل عقب ماندگی چیزهای دیگه است که هر کسی از ذهن خودش توضیح میده، ولی این اشتباه سبب شد که امروز هم 35 سال گذشته یه دنوز شعار از آمریکا و انگلستان بدن متوجه نیستن که دشمن اصلی همون توه. بله بله روزانه داره تو سرشون میزنه. اون از اقتصادشون از این برده، نه آمریکا. اون که یه کارمندم تو ایران نداره. خیلی جالب است که شما نگاه بکنید که جمهوری اسلامی و خصوص رهبر جمهوری اسلامی دائما شعار میده که آمریکا نمیخواد ما پیشرفت کنیم. جالب است آمریکا یه کارمند اونجا نداره دیگه، فضایی که نمیشه ازش پیشرفت کنیم. اگه آمریکا نمیخواست تو پیشرفت کنیم چطور گذاشت کره جنوبی پیشرفت بکنه در حالی که در کره جنوبی 35,000 سرباز آمریکایی هست. و آقای دکتر یه سری از پیشرفت‌هایی هم که زمان حکومت پهلوی شده بود واقعا آمریکایی‌ها کمک می‌کردن. مسلم. مثل اصل 4 منافع مشترک بود. بله بله. این اصلا معتقد به منافع مشترک نیستن. فکر می‌کنن که خب اگه قرار است کشوری بیاد مثلا تکنولوژی بیاره ایران، استقلال می‌خواد ببره. پس این برد شعاره. برد اصلا برد نمی‌بینن، تو مد شده. بله. یه دیدن به کار می‌برن.
این برد برد این است که قطر به کار برده. بله. 20 سال قبل. بله زنده باد. بله. در دریای در منطقه خلیج فارس منابع بسیار گسترده گاز پیدا شد که مشترک بود بین ایران و قطر. خب هر دو آزاد بودن که برن از تکنولوژی استفاده کنن یا استخراج بکنن. امروز مشخص شده که قطر یک کشور بسیار کوچکی تونسته با همکاری و اشتراک با کشور کمپانی‌های بزرگ غربی 3 برابر ایران در این 20 سال بهره برداری بکنه و تفاوتش در سال 40 میلیارد دلاره. شما حساب بکنید که چقدر به ایران داره ضربه میخوره به خاطر اینکه نمیخوان ما رفتن اینا به جایی که برن کمپانی‌هایی که پیشتر در این تکنولوژی هایی دارن و خوشون بازارشو دارن خوشون میتونن بفروشن برای ایران برن سراغونا رفتن کشور مثلا چیزو آوردن چین آوردن که با چین قرارداد مثلا 5 سال قرارداد مثلا شروع اصلا نتونست اصلا اجرا بکنه اصلا اجرا کنه این کار اصلا نبودن و این خود چینی ها تکنولوژی قبل استفاده میکنن برای این کاراشون. میخوام بگم که استقلالی که اینا سوالش از میکنن به وابستگی جدیدی انجام میده که به مواد غذایی وارد بکنن، گندم باید وارد بکنن، جو وارد باید بکنن، کنجاله باید وارد بکنن، چای وارد بکنن، برنج وارد بکنن، همه چیز مور و تسبیح وارد بکنن. این اصلا وحشتناکه کسی بیاد ادعا به استقلال بکنه و به جای اینکه بیاد تکنولوژی درست بکنه که بتونه تولیدات کشاورزیش رو بالا ببره بره مثلا موشک بسازه بعد بره گندم وارد بکنه از کشوری که داره فروش میده. بله. یعنی آلمان، یعنی آمریکا، یعنی استرالیا، یعنی کانادا، این کشورهایی است که ایران داره ازش گندم میخره و به اینا هم فروش میده. بله. آقای دکتر سوالات زیاده و سری مقالاتی که مرقوم فرمودید خیلی مفصل و گویا. اولا من توصیه میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزی که علاقمند هستن در سایت ایران امروز و از طریق سایت گویا هم میتونید برید و تمام مقالات آقای دکتر علمداری اونجا هست. این رو من توصیه میکنم مطالعه بفرمایید و برای اینکه یک بررسی خیلی دقیق علمی انجام شده روش، همونطوری که گفتن بدون تعصب و بدون اینکه جهت سیاسی درش مطرح شده باشه. آقای دکتر تا چه حد آقای دکتر تا چه حد شما این مردم ما و تأثیری رو که طی قرون مذهب و تعصبات و خرافه های مذهبی روی کشور ما داشته مؤثر میدونین در این شرایطی که مملکت درش قرار گرفت؟ یعنی از ماست که بر ماست منظورم. بله، از ماسی برواست فکر میکنم که بخشی از فرهنگ ماست و در زمان انقلاب عوامل مختلفی وارد شد، من جمله اعتقادات مذهبی مردم، باور مردم، اعتماد به نظران نادرست که به روحانیت داده بودند، همین ها سبب شد مثلا خود ای که آقای خمینی کرد و فکر میکردیم خود مذهبی هست که درست از قبل از انقلاب بیاد وعده بده همه آزاد هستند، حتی کمونیست هم آزاد هستند، سو از جمهوری که میکنیم جمهوری فرانسه است و بعدش بیاد مثلا 2 ماه 3 ماه بعد شروع کنه به سرکوب نیروهای مخالف و بهانه بکنه که اینها مثلا عوامل خارج هستند یا اینا مزاحم هستند، همه میشه بهانه پیدا کرد برای و به اینجا برسیم که مثلا بازرگانی هم که با خودشون کار کرده بود یا کسایی که در دستگاه حکومتی بودن که خودشون قبول داشتن یکی بعد دیگری مجبورشون از ایران فرار بکنن که الان هم ادامه داره یا گرفتن زندانشون کردن. چون شما نگاه بکنید وزیر امور خارجهشون آقای سنجابی 2 ماه بعد از انقلاب استعفا میده، بعدش هم قیقانی مجبورش از ایران خارج میشه. یا مثلا بلایی که سر دیگران آوردن نشان دهنده این است که در حقیقت یه نیروی تازه به دوران رسید، نظر من یک دفعه به جایی رسید که خوابم نمیدید. دقیقاً. و این رو خواست مثلا یه دفعه قلپی به تنهایی بخوره و شریکی هم نداشته باشون هست. تصورش هم این است که تصورش این بودی که نه تنها این میتونه در ایران امکان پذیر هست که انجام بگیره و که در کشورهای همسایه هم میتونه انجام بگیره و به وضعیت رسونده، ایران به وضعی رسونده که من فکر میکنم که از 10 نفر 8 یا 9 نفر از این رژیم متنفره. اینطوری فکر میکنی واقعا؟ بله، من فکر میکنم که مردم
نسبت به دین زده شدن. دقیقاً این سوال بعدی من بود. فکر میکنید که واقعا یعنی کارهایی که اینا کردن فکر نمیکنید مردم رو گردون کرده؟ بله. ببینید مردم اعتقادات مذهبی خودش داره، هر کسی شما میگید در هر جامعه اعتقادات مذهبی هم خودش داره، اینا ندارن یا دارن. کارش نمیکنن، کاری به دولت هم ندارن، دولت هم به اونا کاری نداره. ولی در ایران دولت به همه چی کار داره، حکومت به همه چی کار داره. شما نمیتونید در ایران لباست و نوع لباست انتخاب بکنید. خب نمیتونی نوع مثلا غذایی که میخوری، نوشابه‌ای که میخوری انتخاب بکنی، یا رفتارت در خیابان با کی رفت آمد بکنی نکنی. اینها مسائلی است که مردم رنج میده. بیاد ناگهان بریزن تو خونت و بچه ها رو مثلا در خواب بیدار بکنن، ناگهان شما رو دستگیر. یه چیزایی که حال برای یک جامعه مثل ایران، جامعه 77 میلیون مثل ایران، قابل تحمل نیست. و خب دلایلش هم کاملا مشخص است. یه گنگ نیست، گم مردم دنبال سلام عامل اصلی این دیگه نمیگردن، میدونن از کجا ریشه میگیره و میدونن که وقتی روحانی میاد انتخاب میشه مردم به اون رأی میدن. یه گروهی هست که نمیذاره اون کار بکنه، حالا وعده هم داده ولی چقدر باید کار بکنه یه بحث دیگه است. میخواد بالاخره یه وعده هایی داده اون انجام بده، ولی بلافاصله مشخص میشه یه گروهی هست که نمیخواد. روحانی میاد متوجه میشه که مشکلات اساسی از اینجا ناشی میشه که با غرب رابطه خصمانه برقرار کردن، مخفیانه اومدن این کارهایی کردن، دنیا رو مشکوک کردن نسبت پروژه اتمی. الان میخواد این رو ترمیم بکنه، میخواد تحریم رو برداره، میخواد اقتصاد رو رونق بده. مردم متوجه میشن یه گروهی هست که از اینکه رابطه برقرار نشه، مذاکرات به هم بخوره و شکست بخوره، جشن میگیرن. بله، همین دوباره ایشون بیاناتی رو فرمودن که ما این تحریم ها و اینا مهم نیست واسه ما. بله. ما با این تحریم ها میتونیم ادامه بدیم. طبیعی است که ایشون میتونن ادامه بدن، ولی مردم بیچاره چه داره؟ بله. خب از این شعارها داده میشه. بله. ببینید شما باید از مردم بپرسید، و از مردم پرسیدن هم این هست یه آمار دیگه، خودش آمار بزرگی هست که شما آیا به 15 دلار در ماه نیازمند یارانه اید؟ 4500 میشه 15 دلار تقریبا. آیا شما وضع طوری است که در ماه به 15 دلار نیازمند هستی؟ وقتی 92% مردم میگن بله نیازمند هستیم، ما حاضر نیستیم بگذاریم از این پول، نشان دهنده وضعیت جامعه است. بله. حالا اون هر شعاری میخوان بدن بدن، اونها اقتصاد مقاومت خودش یه متر خیلی متر بسیار بزرگ. و اتفاقا خیلی از متخصصینی که در دستگاه هستن، کارشناسا که در دولت هستن، از بر همین استناد کردن که این نشان دهنده این است که یکم وضع اقتصادی مردم بسیار بد است، که به همین 15 دلار ها هم، به همین 44000 تومان هم که الان خط فرق هست، 2.5 میلیون یا بین 1.8 میلیون تا 2.5 میلیون در ماه برای 44000 تومان اینا باید برن ثبت نام بکنن که این یارانه رو بگیرن. یعنی نشون میده که نیاز هست. این از نظر اقتصادی. از نظر سیاسی این که مردم و اجتماعی و فرهنگی و دینی این که به دولت دیگه اعتماد، به حکومت دیگه اعتماد ندارن، که شما این 44 تومن هم نگیرین شما میخورید. بله، به همین دارم هست دقیقا اینطوره. بله، و شما نگاه میکنید هر روز یک مورد جدیدی از فساد مالی، دزدی پول با رقم‌ها دروغه. اصلا نجومی رقم‌ها دکتر. بله، من نشون میدم که وضع مردم، وضع اقتصادی خراب است، وضع فرهنگ خراب است. دروغی رو حاکمیت در جامعه رواج داده، دروغگویی رواج داده، مردم وادار کرد که اینجوری هستن زندگی بکنن. همه اینا فکر میکنم نشان‌دهنده وضعیت ایران است. دکتر، در بخشی از نمیدونم چقدر وقت داریم، ما فکر کنم چند دقیقه فرصت داشته باشیم. در این فرصتی که باقی مونده به بخش هشتم و نهم سری مقالاتتون میخواستم یک اشارهی بفرمایید. ما دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم مثل اینکه. بله. راجع به نفوذی که روحانیون دارن توی مؤسسات علمی و دانشگاهی و اینا انجام میدن. بله. اون رو تا چقدر مخرب میدونید؟ بله. و تا چقدر موفق میدونید؟ بله، اون مخرب بوده. نه، درست میکنم، موفق میدونید اونا رو در تخریب؟ بله، در تخریب. بله بله، در تخریب موفق بودن. انقلاب فرهنگی که اتفاق افتاد، من تو بخش هفتم، هشتم یا نهم اینا رو توضیح دادم، انگیزه این بود که دانشگاه رو بیارن زیر کنترل روحانیت، زیر حوزه کنترل حوزه. شعارش این بود که
وحدت حوزه و دانشگاه. بله. ولی من نقل قول های مفصلی از آقای خمینی و دیگران آوردم، در اونجا نشون میده که روحانیت قبل از انقلاب کینه عجیب غریبی نسبت دانشگاه و دانشگاهی ها داشتن و معتقد بودن دانشگاه بچهای ما رو داره فاسد میکنه. بله. به قدرت اون موقع نمیتونستن کاری بکنن، دانشگاه رو ببندن. بعد از اینکه به قدرت رسیدن تصمیم گرفتن دانشگاه رو ببندن. دانشگاه برای مدت 3 سال بستن، استادا رو تصفیه کردند، دانشجو رو تصفیه کردند که بتونن روحانیت رو حوزه رو بر اونجا مسلط بکنن. و شما نظرم یه دید علمی و محاسبه علمی میخواد که بفهمید تعطیل کردن دانشگاه های یک کشور 50 میلیونی در اون موقع 40 میلیونی چه ضرباتی میتونه به کشور وارد بکنه. 3 سال مؤسسات علمی دانشگاه تعطیل بود. بله. بله. خب کسی که مثلا شما فکر می‌کنید در موقع در دانشگاه درس میداد که وانه میسته که میدونید مال یک کاری دیگه بود، مال نون شهر یه خارج از ایران دیگه. نه، ضربات بسیار بزرگی وارد کردن و این ضربات پایه‌های اصلی عقب ماندگی ایران هم هست. بله. آقای دکتر علمداری خیلی ممنونم. بله. من فکر می‌کنم که اگر فرصت داشته باشید ما یکی دو جلسه این صحبت رو اگه وقت داشته باشید پی بگیریم، چون واقعا نکاتی که در این سری مقالات اومده و لابلای صحبتایی که میکنیم نکاتی رو که با مسائل روز ما داریم میبینیم و مشاهده میکنیم همش مسائلی هست که برای روشنگری لازم هست. هر موقع که فرصت داشته باشیم من با کمال میل در خدمتتون خواهم بود که این صحبت رو ادامه بدیم. بنایت ممنونم. روزتون بخیر. بینندگان گرامی، برنامه امروز حد هفتم در اینجا به پایان میرسه. امیدوارم که ما روزی بتونیم از جلوی این دوربین مژده آزادی و آبادی مملکتمون رو یا حرکت به سوی آبادی مملکتمون رو به شما بینندگان عزیز نوید بدیم. فعلا که شرایطی که هست واقعا بسیاری رو به فکر فرو برده که تا کی این شرایط میخواد ادامه پیدا بکنه و تا کی یک رژیم قهار از همه جا بیخبر، بیخرد و بیدانش و بدون هیچ نقشه و هدف درستی میخواد به تاراج و به شکنجه و به تجاوز و به دربند کردن عزیزان ما ادامه بده. به امید آزادی ایران، پاینده ایران، روز و روزگار به شما خوش. با تشکر از امیر درخشان عزیز که کارهای فنی برنامه رو به عهده داشت مثل همیشه. خداحافظ.